خط تو امثال تو را مقطوع میکردن. صدا تو تصویر من را به خاطر بسپار، ما نیز تصویر چهره تو را به خاطر داریم. مردم، من و همرزمانم در ارتش تا آخرین نفس در راستای احقاق حقمان در کنار شما ایستاده ایم. مسئله اول و آخر عدالت آزادی میهن است. ما درود همی هنم. امروز 16 اردیبهشت ماه سال 1403 در یک برنامه دیگه از مجموعه برنامه های زاگرس با شما هستیم. ممنون از همه حمایت ها و پشتیبانی های شما و دوستانی که خیلی هم مشتاقی نیستن که اسمشون رو جلوی دوربین بیاریم. بحث اصلی ما همواره معیشت نظامی ها، وضعیت گرفتاری های مالی اونها و همینطور مشکلاتی است که مثل سایر اقشار با اون روبرو هستند، منتها از نگاه کارشناسان و کسانی که خودشون کسبت نظامیگری رو داشتن، به ویژه اسطوره هایی که در ارتش ملی ما خدمت کردند و حرف های زیادی برای گفتن دارن. امروز در خدمت جناب سرهنگ فریدون عزت‌ستا از ستارگان عضو تیم تاج طلایی ارتش شاهنشاهی ایران هستیم و شهرام سبزواری گرامی با ما هستند. به هر دو عزیز درود می‌فرستم. جناب سبزواری صدای منو دارید؟ بله. جناب من می‌خواستم جناب عزت‌ستا شروع کنم. بله. درود بر شما. صدای شما رو دارم، بسیار خوبه. خوش آمدید. دومین باره که در خدمت شما هستیم جناب عزت‌ستا. برنامه پیش واقعا با استقبال زیادی روبرو شد و این بار هم ما مزاحم شما شدیم، به ویژه اینکه نزدیک 100 سالگرد تأسیس نیروی هوایی میشیم که شما هم یکی از ارکان اصلی اون هستید. شهرام جان شما خوبی؟ قربانت، درود میفرستم به جناب عزت‌ستا، پیشکسوت و بزرگ نیروی هوایی، همطور ارتش میشه گفت تقریبا، و افتخار بزرگی که افتخار بزرگی است که ما میتونیم در این تاریخ حساس که به 100 سالگی نیروهوایی نوین و اون نیروهوایی که خاورمیانه تک بود، خدمت این عزیزان و بزرگان باشیم. جناب عزت‌ستای گرامی، بحث روز معیشت مردمه. خب نظامی هم از مردم جدا نیستن، چه بسا که میزان حقوقی دریافتی اونها حتی از بسیاری از مشاغل الان کمتر باشه. شاید به زحمت 300-400 دلار اگر جمع بزنیم یک سرهنگی با سابقه 20-30 ساله در ارتش مثلا در پایگاه های مرزی خدمت کرده باشه با ساعت پرواز بالا، بعضی از اینها مجبورن شغل دوم داشته باشن، حالا اگر خوششانس باشن در گوشه کناری تدریس زبان انگلیسی یا تدریس پرواز در شرکت های خصوصی، و یا اگر مقداری بدشانس باشند مجبورن اسنپ کار بکنن. بسیاری از بازنشستگان با اون خستگی و رنجی که از 30 خدمت کشیدن مجبورن نگهبانی بدن. احیانا این اخبار به گوش فرماندهان رده بالای نیرو میرسه. به هر حال این مطلبی که شما امروز فرمودین همیشه مورد سوال من بوده و هنوز هم هست. من امیدوار بودم که امروز در خدمت یکی از کارشناسان اقتصادی باشیم و از به هر حال اطلاعات و مطالب ایشون برخوردار بشیم. امیدوار بودم که آقای دکتر منصور رو در خدمتشون باشیم امروز. این سوالاتیه که همیشه برای من مطرح بوده و جوابش رو هم ندارم، گویی که خب الان سال هاست من از مملکت متاسفانه دور هستم، ولی همیشه این سوالاتی که الان شما اجازه مطرح فرمودین مورد نظر من بوده، برای که ما به خصوص در نیروی هوایی در ارتش هرگز در یک چنین شرایطی که الان من میبینم نبودیم. ما از همون بد و تأسیس ارتش و نیروی هوایی در حدود همونجه که برمودین 100 پیش توسط رضا شاه بزرگ یک نیروی تشکیل شد که ما ضمن این که یک واقعا نیروی هوایی کلاسیک مدرن با توجه به تمام تجهیزات و امکانات روز برخوردار بودیم از تمام آموزش های لازم اون روز، علاوه بر همه اونها محبوبیت ملی داشتیم
و جزء افتخارات ما بود که ما همیشه در کنار ملت بودیم و خدمتگزار ملت و حافظ مرزهای مملکت و منافع ملیمون بودیم و همیشه اجرمون هم دادن، چه از نظر عاطفی و چه از نظر مسائل مالی. من هرگز یادم نمیاد که در یک چنین شرایطی که الان شما عنوان کردین بوده باشم. نزدیک 23 سال خدمت کردم در نیروی هوایی شاهنشاهی و نیروی هوایی جمهوری اسلامی. حتی در زمان بعد از انقلاب هم ما چنین وضعی نداشتیم. از اون زمانی که من وارد نیروی هوایی شدم با 400 تومن حقوق میگرفتم، یه عدد خیلی خوبی بود با توجه به دلار 7 تومن. یک زندگی بسیار خوبی داشتیم و تا زمانی هم که رفتیم آمریکا که به حال اونجا هم فوق‌العاده‌ای میگرفتیم که در آمریکا هم زندگی میکردیم، ولی حقوق ایرانمون هم سر جاش بود، محبوبیت ملیمون سر جاش بود. ما وظیفه خودمون رو به خوبی انجام دادیم، چه در زمان قبل از انقلاب به هر حال هر ماموریتی بود انجام دادیم، و در زمان جنگ جهانی دوم که مصادف بود با اوایل، همونطور که شما گفتین، تقریبا اوایل تشکیل نیروی هوایی، نیروی هوایی شاهنشاهی، ما در جنگ دوم هم با علی‌رغم اینکه بی‌طرفی اعلام شده بود که مملکت ما به هر حال وارد جنگ نباشه، اشغال شدیم از جنوب و شمال توسط روسیه و انگلیس اشغال شدیم. بعد از جنگ هم سربلند بیرون آمدیم، مملکت ما از وجود اشرار پاک شد. بعد از انقلاب با توجه به تمام بیمهری هایی که در مورد پرسنل شده بود به خصوص، ما موقعیت خودمون رو حفظ کردیم و هر کاری از دستمون برمی اومد کردیم و از جنگ 8 ساله واقعا سرفراز بیرون آمدیم. نه اینکه من اینو امروز بگم، تمام کارشناسان نظامی و سیاسی دنیا این مطلب رو به خوبی عنوان کردن و همه جا هست و در کتاب ها هم هست. الان چه اتفاقی افتاده؟ دلم میخواست که واقعا بدونم که چرا یک نفر ارتشی یا واقعا نیروی هوایی هم جزوی از ارتش شاهنشاهی بود، چه اتفاقی افتاده تو مملکت؟ آیا ذخایرمون از بین رفته؟ آیا گردانندگانمون لیاقت و توان انجام کار ندارن؟ آیا پرسنل دارن کوتاهی میکنن؟ آیا روابط بین‌المللی خوب نداریم؟ اینها مسائلی است که باید کارشناسان اقتصادی واقعا جواب بدن، که ما خودمون هم دوست داریم ببینیم که واقعا چه اتفاقی افتاده. ما در زمانی که خدمت میکردم، من به خوبی یادم، همه چی به ما میدادن. یعنی ما حتی در پایگاه ها منزل مسکونی داشتیم، حتی پول آب و برق هم نمیدادیم. پرسنل نیرو هوایی هر پایگاهی، از اون زمانی که یک دونه یا دو تا پایگاه در همه مملکت بود، پایگاه هوایی رو عرض میکنم، تا زمانی که 10 تا پایگاه هوایی بود، هر پایگاه در حدود 6000 نفر 5000 نفر پرسنل داشت و به اضافه خانواده ها، هر پایگاه یه شهر بود برای خودش. همه پرسنل هم از فنی و پروازی و غیر و دالک از واحد مسکونی برخوردار بودن، منزل مجانی داشتیم. اینها امکاناتی بود که در اختیار ما میذاشتن. چه اتفاقی افتاد که آیا در 50 سال گذشته یه دونه خونه ساخته شده در پایگاه ها؟ آیا پرسنل پایگاه واقعا منزل مسکونی دارن؟ یا اونطور که من میبینم توی فضای مجازی که واقعا باعث تأسف شخص من هست،
نمیدونم به حال گردانندگان مملکت باید جوابگو باشن. ما همونطور که عرض کردم در پایگاه ها خونه داشتیم، ما اصلا احساس مسکن نمی کردیم که کم داریم یا نداریم. یا امروز نه تنها منزل مسکونی در اختیارشون گذاشته نمیشه، بلکه امکانات مالی هم من شنیدم که یک نفر با کسی که همدوره من هست در ایران نه منزل مسکونی داره و نه پولی میگیره که بتونه منزل مسکونی داشته باشه. من واقعا برام اینا همه جای سواله و دوست دارم که جوابشو یک کسی به من بده. آقای شهرتی، فولدر بی یک رو آماده بکنیم صحبت یکی از خلبانان برجسته سابق نیروی هوایی. بعد من از قبلش از شهرام سوالی میپرسم راجع به وضعیت منازل مسکونی، با توجه به اینکه شنیدم که خب برای گرفتن این منازل الان دیگه باید به قول معروف دم حاج آقای پادگان و ملا و یا فرماندهی رو دید، بر اساس روال نیست، پارتی بازی زیاده. منازل مسکونی از نظر لوله کشی فرسوده است، آسانسور سقوط میکنه، بچه ها از بین میرن، صدمه میبینن. و همینجور خدمت جناب ایزدستت ها بگم که آقای دکتر منصور یک ساعت مانده به برنامه مشکلی براشون پیش اومد، عذرخواهی کردن، اگر نه خیلی خوشحال میشدیم که در خدمت اینا باشیم. شهرام، این کلیپ رو ببینیم، این ویدیو کوتاه، برگردیم راجع به منازل مسکونی از شما سوال بپرسم. آقای شهرتی بی یک. برای من عزیز، برای من عزیز، برای ایران عزیز، 10 سال اسارتش. من متاسفم برای خلبانی که شماها میشناسین، اسمشو نمیارم چون برای من عزیز، برای من عزیز، برای ایران عزیز، 10 سال اسارتش. اومد یک درخواستی کرد، یک خواسته ای داشت از بعضی از آقایون مسئولین و دولت، به اصطلاح دولت مردان ما، استاد خلبان، هزاران ساعت پرواز، جنگ، به سر در رفته از آتش و دود و دوزخ. دست آخر من گفتن آقا اون کارو نتونستیم برات بکنیم، ولی یک امتیاز بهت دادیم، خیلی خوشحال شد اومد بیرون. میگه 48 ساعت منو معرفی کردن، یه تاکسی رو من دادن، گفتن آقا اینم به پاس خدمتی، این تاکسی هم مال شما. گفت من برم راننده تاکسی بشم؟ گفتن برو خدا رو هم شکر کن، همین هم هیچ کسی نداره. بعد از 10 سال اسارت آزاد شده، امتیاز بهش دادن، یک ما میگیم یک فروند تاکسی، که آقا برو حالا با این اعصاب و روح و روان رانندگی تاکسی باش تا عمراتت بگذره. اینو به کدوم مسئول من در دل بکنم؟ بله، فاجعه بار است. بله، کاملا واضح میگوید طلبانی بعد از ساعت ها پرواز و سابقه جنگ و خدمت، بازنشستگی، میرود امتیازاتی از این آقایان بگیرد. اسارت، بعد از اسارت و گرفتاری ها و مشکلاتی که داخل اسارت هستش، به او تاکسی میدن، میگن برو کار کن. شهرام، نظر تو چی؟ من عرض کنم خدمت شما که منازل سازمانی دقیقا همون منازلی هست که ارتش شاهنشاهی احداث کرده بود و کار کرده. اگرم موردی منزلی اضافه شده، مثلا یه پادگانی یه موقعی یه بودجه در اختیارش بوده، 4 تا واحد سازمانی کنار پادگان خودش احداث کرده، اونچنان چشمگیر نیست. در سال 1389 تصمیم گرفتن منازل سازمانی خودگردان بشه. این خودگردان که عرض میکنم خدمت شما، الان جناب ایزدستت ها فرمودن که ما پول آب و برق نمیدادیم، نمیدونم نگهداریش مسئولیتش با پست مهندسی بود، خیلی از کارهایی که میشد تقریبا میشه گفت یه کسی که میخواست بره پشت جنگنده بشینه یا اصلا کلا در ارتش خدمت کنه و خونه سازمانی بود، هیچ دغدغه ای از پس پشتش نداشت که بخواد مثلا فکر زن و بچهش باشه یا فکر خونش باشه. اگه خاطرت باشه جناب نصیرخانی هم فرمودن، گفتن من ماموریت بودم، فرزند منو با هلیکوپتر حتی از تبریز آورده بودن، با هواپیما آورده بودن تهران، از پایگاه تهران با هلیکوپتر برده بودن به بیمارستان. این همچین امکاناتی برای ارتشیان بود، ولی هی رفته رفته بعد از جنگ کمرنگ شد، جوری که اصلا به کل داره حذف میشه. رسیدیم به جایی که خونه‌های سازمانی رو گفتن آقا اگه قرار بری توش، اولا 5 سال است، 5 سال باید توش بمونی، چون احداث نکرده بودن،
تعداد نفرات هم زیاد بود، یه سری خونه ها هم از فرسوده و رده خارج بود. بعد دیدن هزینه تعمیرات این خونه ها چون مال 40 سال پیشه براشون نمیصرفه و بودجه ندارن با قول خودشون، اومدن چیکار کردن؟ سرشکن کردن گردن بچه ها. یعنی کسایی که حالا با پارتی بازی، با دم حاج آقا دیدن، با شرایط داشتن به اون خونه سازمانی میرسن، تازه اونها هم باید هزینه بازسازی خونه رو از جیبشون بدن، به اضافه اینکه پول آب، برق، گاز، همه چیز رو مثل یک افراد عادی باید باز دوباره پرداخت کنن. حتی ماهانه 1.5 میلیون تومان هزینه نگهداری خونه سازمانی بده. این اتفاقیه که امروز برای پرسنل ارتش افتاده. یعنی اگه فکر میکنید که پرسنل ارتش میرن تو خونه سازمانی مثل گذشته همه امکانات دارن، یه شهرکی در اختیارشون، خود ما زندگی کردیم تو خونه های سازمانی، شهرکی در اختیارشونه که نمیدونم پارک داره، سینما داره، حتی باشگاه داره، همه امکانات زندگی رو فراهم میکرد برای خانواده پرسنل، الان همچین خبرهایی، حتی مدرسه داشت و فلان اینا، الان دیگه همچین خبرهایی نیست. الان اگه شما میخوای مدرسه مثلا بچت بره ثبت نام بشه، همون هزینه ای رو باید بدی که بیرون پرداخت میکنی. شاید خیلی کوتاه، خیلی کوچک باشه کمکی که مثلا ارتش به شما میکنه، تفاوت قیمتی که مثلا در داخل خونه های سازمانی میپردازی با بیرون. بعدم که پروژه هایی هم که آوردن مثلا خونه سازی کنن، همین 2 هفته پیش بود راجبش صحبت کردیم اگه خاطرت باشه آمد، چون این چیتگر و اینا بود که کلاهبرداری کرده بودن و پرسنل ریخته بودن تو خیابون و تجمع رو انداخته بودن، اعتراض میکردن که مثلا 10 سال پولشون رو اونجا سرمایه گذاری کردن و بنیاد تعاون بتاجا اونو خورده و برده. فرقی هم نمی کنه، هم نیرو هوایی بوده، هم نیرو دریایی بوده، هم نیروی زمینی بوده، کل ارتش اونجا سعیم بوده. متاسفانه مدیریت غلط اینجوش. یه پرسشی هم تا یادم نرفته، البته سر شبکه های اجتماعی هم کندم متا سهد و سقمش واقعا قابل تایید نبود، گویا در مقابل بعضی از شهرک های مسکونی نظامی نشین گشت ارشاد مستقر کردن، 2-3 مورد منجر به درگیری لفظی و دخالت دژبان و اینها هم شده. آیا شما چیزی شنفتید یا سابقه داشته از این قرار؟ خاطرت باشه در 401 بچه های پرسنل رو دنبال کرده بودن و رفته بودن داخل خونه های سازمانی، خصوصا قصر فیروزه، که درگیری با دژبان اونجا، چون مجاز نیستن برن داخل خونه های سازمان، درگیری با دژبان قصر فیروزه داشتن و یه بخشی هم از همون نیروهای ضربتی که داخل قصر فیروزه هستن با خود دژبان باز دوباره درگیر شده بودن، به خاطر اینکه بچه‌ها دنبال بچه‌ها بودن بالا پایین کنن فلان. اصلا شیرازه این نیرو هوایی که امروز می‌بینیم اون شیرازه ای نیست که در گذشته بوده، سالهاست که تغییر کرده و به اسم بودجه، یعنی تمام بودجه نظامی کشور داره صرف نیروهای نیابتی میشه، جایی که بیاد صرف بازسازی نیرو هوایی که از جنگ برگشته بشه یا بازسازی نیروهای زمینی ارتش بشه. یکی از معضلاتی که داریم حالا سوای نیرو هوایی که ما یک زمانی میشه گفت برترین نیرو هوایی خاورمیانه، حتی میشه گفت رده سوم دنیا یا چهارم دنیا رو داشتیم، امروز متاسفانه نیرو هواییمون پیره، نیرو زمینیمون هم به همین شکله. یعنی الان یگانه توپخانه که ما داریم از نظر کمی بزرگترین یگانه توپخانه خاورمیانه است، ولی از نظر کیفی با توجه به تبدیل مهمات به مهمات های جدید و نوع جنگ های نوین که حتی مهمات گلوله‌های توپ که خودت میدونی هدایت شونده و پرنده هستن، توپخانه‌ای که ما داریم توپخانه پیلیه، مال 50 سال پیشه یا جنگ جهانیه، بازمانده های جنگ جهانیه و کارایی که باید داشته باشه رو نداره. این ضعفایی است که ارتش ما متاسفانه درگیرش هست و امنیت مرزهای کشور ما رو دچار مخاطره میکنه و باید فکری واقعا داشته باشه. پس نظرتون جناب ایزدستا، علاوه بر دروس تخصصی و عمومی که در دوران آموزش خلبانی یا سایر رشته ها و تخصص های سایر نیروها، نیروی دریایی یا زمینی بود،
در گذشته در دوران شاهنشاهی چه آموزش های دیگری به افسران و درجه داران جزء سرفصل برنامه ها بود که اونها رو می برد به مسیر ساخته شدن یا پردازش یک افسر ملی میهنی، برخلاف امروز که با دعا و نیایش و نماز و انواع و اقسام کلاس های بصیرت افزایی سعی میکنن ذهن اونها رو پر بکنن در مسیر انقلاب قرار بدن، خروجیش هم با چیزی نیستش که با ارتش شاهنشاهی یا حتی دوران ابتدایی انقلاب که در جنگ بود ارتش قابل مقایسه باشه. آن دوران چه شرایطی داشت که باعث میشد یک افسر وطن دوست باشه؟ من عرض کردم خدمتون، من الان این مطالبی که الان داریم عنوان میکنین بر هیچ کسی امروز پوشیده نیست. ما فرهنگمون رو اگر بخوایم ملاک عمل قرار بدیم، اولا ما کوچکترین کوتاهی پرسنل ارتش نه در زمان قبل از انقلاب، نه در زمان بعد از انقلاب، نه در زمان جنگ کوچکترین دیسکرپنسی نداشتن و درخشش خودشون رو نشون دادن. آخرینش مرحله زمان جنگ بود. شما میدونید که ما مردانه جنگیدیم، ما یک دونه ماموریت روی شهرها بمب نریختیم. یکی از کلیپای آقای یکی از خلبان ها رو که امروز اگر در دسترس آقای شهرتی هست نشون بدن، من یک کلیپ میدیدم از آقای مرحوم محققی. واقعا این نمونه یک انسان واقعیه. ما مردانه جنگیدیم، ما تاریخ مملکتمون رو زنده کردیم در زمان جنگ. تمام نتیجه آموزش هایی که دیده بودیم چه در داخل مملکت چه در خارج مملکت واقعا نشون دادیم نتیجه شد. امروز آقایون میان میشینن میگن که بزرگان ما آقا اصلا معلم نبودن، اینا از کجا معلم شد؟ آقا اینا شما از کجا این اطلاعات رو بردید؟ میگن من رفتم 10 سال مطالعه کردم، کتاب نوشتم ببینم که فلان جنرال اصلا معلم نبوده. آقا من دانشجو بودم در آمریکا، داشتم در همین آمریکا داشتم تحصیل میکردم، بهترین نوع آموزش در اختیار پرسنل ارتش بود، فرق نمیکرد دریایی، زمینی و بالاخره این آخر سرم هوانی رود و غیره. و ما نتیجهشون نشون دادیم. ما رو کدوم شهر یه دونه فشنگ انداختیم؟ رو کدوم شهر یه دونه بم انداختیم؟ آقایون جنگ اومد بعد به ما تحمیل کردن با بمباران شهرها. آقا در پایتخت مملکت ما بم می‌ریختن. یک ارتشی رو تجهیز کردن، همه دنیا کمک کردن، در مقابل ما گذاشتن و از ارتفاعات بالا بم می‌ریختن. شب و روز رو من پایتخت مملکت ما بم می‌ریختن. ما کجا ریتالیت کردیم؟ ما به غیر از این که من هدف‌های تاکتیکیمون رو زدیم، اینا طرح داشتیم، اینا آموزش دیده بودیم. آقایون اومدن نشستن منکر همه چی هستن. آقای جنرالای ما اصلا میگن معلم نبودن. خب نبودن، پس ما از کجا چیز یاد گرفتیم؟ نشون دادیم نتیجه‌شو. فرهنگمون میگن عبادت بجز خدمت خلق نیست. آقا این می زمانی به درد من میخوره که بتونم یه کاری برای خدمت خلق انجام بدم. اگر بلدم انجام بدم، اگه یادم رفته آموزش ندیدم برم یاد بگیرم، اگر که آموزش دیدم یادم رفته خب پاشم این میزو بذارم در اختیار یک کسی که بلده بیاد این کارو بکنه. خب خلبانی که در زمان جنگ، آقای مرحوم محققی 200 سورتی پرواز جنگی انجام داده، حالا باید زیر خط فقر زندگی کنه. چه اتفاقی افتاده تو مملکت؟ ارتش یه وسیله در دست سیاستمدار. آیا سیاستمدارای ما به سنی رسیدن که قابلیت ندارن؟ خودشون باید بفهمن. هر کسی که کاری که داره میکنه اگه بلد نیست اول خودش باید بفهمه، اگر نمیفهمه بهش بفهمونن. آقا این میز اگه نمیتونی، عبادت خدمت خلقه. ما خدمت خلقمون نمبر وان بود، به همین دلیل محبوبیت داشتیم. امروز حقوق چه نمیدن؟ من میشنوم که یک جنرال ارتش
شاهنشاهی جنرال نیروی هوایی با درجه سرهنگ تمومی تو هواپیمای شناسایی میشد و میرم عکس میگرفت. اینه که ما دیگه به ملت ثابت کردیم چه کاری بوده که ما نکردیم. حالا آیا این جنرال باید انقدر حقوق بگیره که نمیدونم از خانوادهش نتونه تیکر بکنه؟ Is it fair؟ اگر خدمت خلق به غیر از اینه که آقا این میز رو واگذار کنید به کسی که میتونه این کارو بکنه، مملکت ما اتفاقی نیفتاده. ما یک وجب از خاک مملکت ما در زیر پای بیگانگان نبود زمانی که ما از مملکت به حال بازنشست شدیم. هر چیزی یه زمانی داره دیگه، برای خودمونه کردیم. شما به ما بگین چه اتفاقی افتاده، جای من کی اومده نشسته؟ باید حتما بچه های من امروز تو دنیا دارن افتخار میآفرینن. من اینجا تا جلوی همین دوربین به شما عرض کردم ما برنامه مرواری رو، عملیات مرواری رو که باعث شد نیروی هوایی عراق نفت صادراتیش از خلیج فارس به صفر برسه، اینو فقط یک پایگاه انجام داد. اون پایگاه هم پایگاه ششم شکاری بود. ما 10 تا پایگاه داشتیم. یه نمونه از کارایی بود که کوچکترین کار آقایون همش اومدن چسبیدن به نمیدونم یه ماموریت که حالا به یه صورتی انجام شده. خب دستشون درد نکنه هر کسی که انجام داده، ولی این همون یه دونه ماموریت نبوده. شما ببینید اون پایگاه ششم شکاری که اون ماموریت مرواری رو انجام داد، پسر اون فرمانده پایگاه امروز در آمریکا استاد دانشگاهه. خب این چرا نمید تو ایران باشه؟ آقای اون اگه نمیتونین ایران که ایرانه، ایرانی که کوچکترین وجبی از خاک ما سر چرخوندیم در مقابل 12 لشکر عراق قرار گرفتیم، نیروی زمینی ما رو در پادگان ها حبس کردن. حالا اینا همه گفته شده، این از این مراحل ما گذشتیم. من امروز واقعا همه دلخوشیم این بود که آقای دکتر منصور رو در خدمتشون باشیم، چون باید جواب بدن آقا چه اتفاقی افتاده تو مملکت ما. نفتمون کم شده، ارزشش کم شده. ما 1.83 دلار زمانی که کنسرسیوم نفت رو اداره میکرد و میبردن و هر کاری به قول آقایون میخوردن و هر کاری میکردن، 1.83 دلار با 1.83 دلار که از هر بشکه نفت به مملکت ما میرفید، اونجا که من خوندم، البته من ادعای اقتصاددانی ندارم، ولی من دیدم در داخل یک کابین خلاصه میشه، ولی بینشم به اندازه یه عقاب، من به اندازه یه عقاب هم من که دارم میگم ما، من اگه بتونیم یک روزی توی این مملکت ما رو به جای من بذاریم، ما اشکالمون رو برطرف کردیم. آقایون چسبیدن به یه ملتی در سنهای نمیدونم 90 سال 100 سال هنوز به اون میز چسبیدن. آقا بچه های شما تو این مملکت تو دنیا دارن افتخار میآفرینن، چرا باید پدرانشون تو مملکت ما گرسنه باشن، زیر خط فقر زندگی کنن، خونه سازمانی که بهشون ندارم بدن، حقوق که بهشون ندارم بدن؟ شما به من بگه یه خلبانی مثل جنرال محققی باید چیکار بکنه تو اون مملکت؟ یه آدمی که امروز به سن بنده از 80 سالگی هم پشت سر گذاشته، به فرض اینکه من اصلا میتونم رانندگی بکنم، آیا باید رانندگی بکنم؟ مثلا میتونم رانندگی بکنم؟ چی کار دارن میکنن؟ حقوقای آنچنانی دارن میرن؟ من وقتی که این فیلم ها رو میشینم تماشا میکنم دو تا افسوس میخورم. ما که قدرت چنین سازندگی در مملکت داریم که خونه های میلیارد دلاری ساخته میشه در شمال تهران، چرا باید یک جنرال ارتشمون که توی یک هواپیمای شکاری شناسایی میکرد رو بغداد، شما ببینید چه عکسایی بچه ها گرفتن. ببینید این تجزیه تحلیل من نیست، این تو کتاب ها نوشته شده، تجزیه تحلیل ناظران سیاسی و نظامی دنیاست. ما حماسه آفریدیم. چی شد؟ پس کجا رفتن این آقایون؟ پس این نیروی هوایی که همون نیروی هوایی، حالا
به هر حال یه مقداری تو جنگ صدمه دیدیم، ولی آیا این نباید جایگزین باشه؟ یا باید با هواپیماهای اسقاط نمیدونم کشورهایی که میخوان وسایل تشهیداتشون رو دور بریدن؟ یه زمانی هواپیمای F-14 از کمپانی در کارخونه سازنده میومد بیرون، در اختیار ما قرار میگره، نتیجهش هم نشون دادیم به ملت. اینو بیام تجزیه تحلیل کنیم ببینیم چه اتفاقی افتاده، چه کار میتونیم بکنیم. همه میدونن مردم گرسنه‌ن، ولی چرا گرسنه‌ن؟ به ما بگن. فرهنگمون هم که میگه عبادت به جز خدمت خلق نیست، این خدمت خلق اینه؟ مملکت که دریاچه هامون خشک بشه، نمیدونم رودخونه ها خشک بشه، هواپیمامون اسقاط بشه، نمیدونم ماشین ها کنم، پس فقط تعداد این موهبت های یه مملکت به درد نمیدونم 3% از مملکت میخوره؟ 90 میلیون جمعیت تو مملکت. اینو خواهش میکنم تجزیه تحلیل بکنید برام. من خودم هم اینا همه سوالات منه. ما که کارمون رو انجام دادیم چرا باید یک چنین وضعی داشته باشیم؟ چرا نکاتی که جناب سرهنگ ایزدستها اشاره کردن، تقریبا 90% پرسنل ارتش و بازنشسته ها باش درگیرن، فقط هم ارتش نه، سایر نیروها، همه نیروها انتظامی، بله همه ملت، به غیر از 2-3% من نمیدونم. خیلی اگه خاطرت باشه بنده صدای ارتش رو که اداره میکردم در سال 97 94, 95, 96, 97 اون سالهایی که اداره میکردم تا 98 هم ادامه داشت، پرسنل حتی حق ماموریتشون رو نمیگرفت. در زمان جناب ایزدستها یا اواخر جنگ، تا اواخر جنگ فکر کنم 2 دست لباس ها سمیه لباس داشتن، یعنی لباس تابستونی میگرفتن، لباس زمستونی میگرفتن و حتی یه هزینه می گرفتن برای اینکه این لباس ها رو مرتب سازی کنن. ولی اینها قطع شده بود تا رسیدیم به اونجایی که پرسنل اعتراض میکردن و حتی پوتین پاره پاشون میکردن که ببینن که ندارن، واقعا نمیتونن تهیه کنن، حتی پوتین نمیتونن تهیه کنن. حالا باز وضعیت نیرو هوایی نیرو دریایی کمی بهتر از نیرو زمینیه. نیرو زمینی واقعا اونی که یک رسته اداری داره، مثلا توی آجدانی فلان لشکر خدمت میکنه، تخصص خاصی هم نیست، حقوق آنچنانی نمیگیره، نه حق فنی میگیره، نه حق پرواز میگیره، نه حق میدان میگیره، نه حق صف میگیره، تمام اینا رو شما ازش کم بکنی حقوقی تهش نمیمونه، در اصل میمونه یه 4-5 تومن آخرش با کسر مالیات و قسط و وام و اینا. تو این اوضاعی که هستیم نمیتونن. ببینید فرمایشات جناب ایزدستان همه متین، فقط عملیات مروارید نبود، عملیاتی بچه های نیرو هوایی در اون زمان ترتیب دادن که نیرو هوایی عراق و تقریبا میشه گفت فلش کردن در همون خلیج فارس، که اسمشو آمریکایی‌ها اون زمان گذاشته بودن شوتینگ گالری، یعنی فلج کردن میگارو اسکادرانی که میخواست حمله کنه به سکوهای نفتی ما، کشتی‌های نفتی ما، به سواحل مکران حمله کنه و بخواد همه چیز و کنارک و اینا رو از بین ببره، اجازه بهش ندادن و تقریبا میشه گفت اون قضیه رو بچه های نیرو هوایی نابود کردن، طوری بود که تحسین آمریکایی‌ها برانگیخته شد و اسمش رو گذاشتن شوتینگ گالری. همه اینا رو ما زبان جنگ داریم، بعد از جنگ هم داشتیم. شما سیل، زلزله و اتفاقاتی که تو کشور ما افتاد، ارتشی ها پیش قدم بودن و با دانشی که داشتن به مردم کمک کردن، حتی آمبولانس هوایی رو انداختن. این کارهای بزرگی بوده که انجام شده. متاسفانه حق و حقوق بچه ها رو ندادن و بی ارزگی فرمانده ها هم که امروز ارتش رو کردن حسینی جایه ارتش، یعنی الان همون واحدی ببینید فرمانده نیرو هوایی از عوامل عقیدتیه، تا
تمامی فرماندهانی که در پایگاه گمارده همه از عوامل عقیدتی هستن و امروز ضعف فرماندهی نیرو هوایی تو 50 سال گذشته، شاید بگم تو 100 سال گذشته بی سابقه بوده. این ضعف و بیدانشی رده فرماندهی در نیرو هوایی ارتش هستن در خدمت. اینقدر اوضاع مالی پرسنل خرابه، گاهم برای یکی دو تا مرغ تو ماه مجبور میشه سهمیه پوتین خودش رو بره بفروشه گمرک یا حسن آباد تا دست کم بتونه یه دو سه وعده خوراک رو برای منزلش تهیه بکنه، یه شلوار بخره برای بچه‌ش که میخواد بره مدرسه. این اتفاق افتاد. جناب ایزدستا اشاره کردم که آموزش های ملی میهنی و عشق به مردم و خدمت رسانی در واقع جریانی بود در خون رگ ارتش شاهنشاهی که خب جنگ رو هم در پی خودش کشید و کاردار رو تمام کرد. اگر فکر میکنید الان در ارتش چه وضعیتی داره یا نیروهای مسلح، یک کلیپ قدیمی نسبتاً مال 2-3 سال پیشه، یحیی رحیم صفوی فرمانده سابق سپاه مشاور فعلی آقای خامنه‌ای در دانشگاه دافوس، دانشگاهی که دانشجویان دکترا نخبگان نظامی ارتش و سایر نیروها جمع میشن و قرار فرماندهان عالی رتبه و متخصصین از اونجا پرورش پیدا بکنن. رحیم صفوی اونجا استادشونه. ببینید در یکی از دروس خودش چه به خورده اینها میده. جناب شهرتی، یرقان گرفت. یرقان که میدین چیه؟ هر چی بشه این دکترا بردیم رسید به اینجا که خونش رو عوض کنن. من نماز خدمت آقا بودم، دیده بودم که قند میزن آقا دعا میخوره، منم یه قندونه قند گرفتم تو آبدارخونه. بعد از نماز بردم خدمت آقا، گفتم حضرت آقا من اولین نوه‌ام یرقان گرفته، این دکترا نمیفهم میخوان خونش هم من از شما خواهش کنم یه دعایی بخون. آقا قندونه قند رو جلوشون گرفتن، شروع کردم فقط آیات قرآن میخوندن، آیات قرآن خوندن، چیکار کردن؟ فوت کردن جلوی اون جمعی که تو نماز بودن، فقط سیچل دیدید اون پای نماز بود. جلوی اون جمع آقا اول خودشون یکی از قندارش کار کردن تو دهن خودشون گذاشتن، یه دونه قنداری که آیات قرآن خوندن چیکار کردن، بعدم دادن به من رفتن. آقا این 40-50 نفر ریختن سر ما، اکثر قندار از ما گرفت. ما چند تا قند بردیم خونه، دو تاشو به دخترم، یکیش هم ریخت توی این چیزا رو داد به بچه خورد. 2-3 روز گذشت، این بچه که تا شکمش هم زرد شده بود کم شد این رنگش، بردیم پیش دکتر، خونش رو گرفتن آزمایش کردن، گفت یرقان از بدن بچه چی شده. یعنی شما بدونید یه چیزایی هست که ما نمیدونیم. جناب عزت‌ستا، محمد رضا شاه پهلوی و جنرال های مثل جهانبانی و رحیمی رو دادیم، رحیم صفوی و رضایی رو گرفتیم، شما چه فکر میکنم؟ خب من بگین چرا؟ ما این کار رو کرد من خودم که در این وره میز نشستم، من بگین چرا؟ من دلم میخواد یک کلیپ مال یکی از خلبان ها بود به نام منوچهر محققی، ایشون راجب فکر میکنم متجاوز از 200 سورتی پرواز خارج از مرز انجام داده بود داشت صحبت میکرد، شاید 2-3 دقیقه باشه، اگر اونو پیدا کنن بذارن خیلی چیزا به شما جواب میده. ما در زمان جنگ ببینید از هواپیمامون بهترین نوع استفاده رو کردیم، هواپیمای F-14 در موردش خیلی صحبت شده. خلبان معمولا توی یه هواپیمای شکاری 1.5 ساعت، نه 1.45 ساعت پرواز، بیشتر از اون دیگه مغزش چیز نداره. توجه میکنین تحت شرایط جنگی پرواز کردن رو آسمون، ما از هواپیمای F-14 در 1 سورتی از زمین بلند کردن این هواپیما رو، 12 ساعت خلبان تو هواپیما نشست. آقایون هستن، آقایونی که امروز دارن در خط زیر خط فقر زندگی میکنن زندن، انشالله خدا طول عمر بهشون بده. اینها رو بیارین جلوی دوربین بشینن با ملت صحبت بکنن،
این ادعای من نیست، این ادعای ناظران سیاسی دنیاست. ما از هواپیمای F-14 در شاه وقتی که مجبور شدن سوختگیری بکنن، خودمون خلبان‌ها، معلم خلبان‌ها هم دیگر رو چکات کردن. کمپانی گرومن به ما میگه آقا جان این هواپیما برای این کار ساخته نشده. ما با هواپیمای F-14 که از 60,000 پا بیشتر بالا نمیره، که بیشتر از اون ساخته نشده، وقتی که به آقایون صدام حسین به اسیرهای عراق هواپیمای MiG-25 دادن، MiG-25 100,000 پا پرواز میکنه. با هواپیمای F-14 ما این 5 تا MiG-25 دادن، یه هفته نشد ما همشون رو ساقط کردیم. یعنی نیروی هوایی ما این کار کردن که من کردم. ما میگم ما این کارا رو که اینا ثبت در تاریخه، پس از تجهیزاتمون که خوب استفاده کردیم، از دانشمون که خوب استفاده کردیم، جنرال های ما که اومدن نشستن تو هواپیما ماموریت تاکتیکی انجام دادن. اینو من نمیگم، اینو دنیا میگه. امروز خود آقایون کتاب نوشتن، ده ها صد ها کتاب نوشتن در مورد ماموریت های نیرو هوایی. خب این من مدعی هستم. آخه چرا باید محققی ها زیر خط فقر زندگی کنن؟ این نیروی نیابتی شما میگه آی نیروی نیابتی تو این دنیا چی کار دارن میکنن که ما باید هزینهشو پرداخت کنیم؟ جنگ هزینه داره. اگر یه مملکتی میخواد جنگ بکنه، مدعیه که میتونه جنگ بکنه، در یک روز 300 تا موشک به یه ور دیگه دنیا بندازه، این ادعا، اگر ادعاست که چرا اینا رو بیارن جوابشو بدن، به دنیا جواب بدن، به من نمیخواد جواب بدن. من چی کارم؟ من یه کارمو در زمان خودم کردم. اگه شما قادر هستین که 300 تا موشک پرتاب بکنید، خب این موشک اصلا برای کی داریم پرداخت؟ هزینه اینو کی داره میده؟ ملت ایران داره میده؟ مردم خونه ندارن توی زندگی کنن، بعد اون وقت من هم نیروی نیابتی چیکار داره میکنن؟ از مستضعفین جهان دارن پشتیبانی میکنن؟ اگه ما از ملت مستضعف‌تر از این هم داریم که بران قطعات بدنشون رو بفروشن که شکمشون رو سیر بکنن؟ مستضعف اینه. فرهنگمون هم که به ما نشون میده اگر ما مملکت یک زمانی خوب رهبری شدیم، رفتیم هندوستان رو گرفتیم، مگه غیر از اینه؟ مگه زمان نادرشاه افشار 70,000 نفر لشکر رو برمیداره میبره از ایران به هندوستان، هندوستان رو فتح میکنه؟ مگه اینا تاریخ اینا که من ننوشتم که، هم تو تاریخ خوندیم. پس این ارتشی بوده که هر زمانی خوب رهبری شده دنیا رو فتح کرده. حالا چیکار داریم میکنیم؟ به پهباد پرواز میدیم؟ خب پهباد که بادبادک بود، ما یه زمانی باش میرفتیم سر پشتبون، نمیدونم، فانوس هوا میکردیم. اگر هم اگه واقعا شما کارخانه، یعنی واقعا به اون سطح سازندگی رسیدین که خب الان ما باید یه مملکت سازندهی باشیم مثل آمریکا. اگر مصرف کننده هستین، برای چی دارین اینو مصرف میکنین؟ اینا همه سوالاتیه که من فکر میکنم که آقایون که مملکت رو دارن میگردونن، امروز باید بیارین اینجا رو این دور بشینن باشون بحث بکنیم، بیان بشینن با من بحث بکنن، به من بگن آقا ما چی کار کردیم، شما چی کار داریم میکنیم؟ از هواپیمای MiG-19 MiG-29 که الان در اختیارتون هست، آقا این MiG-29 دارین پرواز میدین، باهاش پرواز میکنین، دارین آموزش میبینین، یا فقط شو دارین باهاش میدین؟ MiG-29 از زمین بلند میشه یا اینکه از زمین بلند نمیشه؟ اگر آقا این نیروی هوایی ما شده نمیدونم جانکیارد نیروهای هوایی دنیا، ما یه زمانی هواپیمای F-14 و F-4 و F-5 پرواز کردیم. خب ما یه دانشی داشتیم که این کارو میکردیم، دانشمون هم که نشون دادیم. ما در ظرف 2-3 روز ما در مقابل یک ارتش منسجم کلاسیک
با تجربه با سواد و در مقابل یک نمیدونم چی بگم قرار دادن که در ظرف چشم هم زدیم بزرگترین شهر صنعتی ما رو اشغال کردن. ما بزرگتر شهر آبادان هم مگه داشتیم، بزرگترین بندر تجاریمون رو خرمشهر رو مگه از اون آبادتر هم داشتیم؟ از بندر خرمشهر بزرگتر مگه داشتیم؟ بندر خرمشهر ما رو تبدیل کردن به خونین شهر، مردم از بندر حفاظت کردن، یه تعداد قلیلی پرسنل ارتش از نیروی دریایی و هوایی و غیر و ذالک حفاظت کردن. 8 سال جنگیدیم ولی نهایت کار این بود که مملکت رو یک پارچه تحویل شما دادیم. آقا اگه میتونین اداره بکنین که بکنین. چه اتفاقی؟ من شما دیدیم که همین تو همین سن 80 سالمون نفت، قیمت نفت از 1.83 دلار به 100 دلار هم رسید. پس این پولش کجا رفت؟ نیروهای نیابتی، خب شما به من بگید نیروهای نیابتی کار چیه؟ یکی از به اصطلاح فتوحاتی که کردن کجاست؟ خب ما بریم یاد بگیریم حداقل خوشحال بشیم، کار دیگه که از دستمون بر نمیاد. حالا میگن که چرا؟ به قول فرمایش شما، بله من دیگه جواب شما رو داده باشم، ما در نیروی هوایی یه ماموریت نداشتیم، یه ماموریتمون پروازی بود. شما میدونید که راجع به تیم آکروجس چون الان اشاره کردیم، تیم تا جهانبانی، زمانی که من دانشجو بودم در آمریکا 370 دلار به اصطلاح حق معیشتی در آمریکا به من اضافه میدادن، حقوق 500-600 تومان ایران هم سر جاش بود، خوب هم زندگی میکردیم، تو آمریکا ماشین داشتیم و نمیدونم. اون موقع تیمسار جهانبانی دوره عالی فرماندهی و ستاد و در بزرگترین دانشگاه دنیا که US Air Force University این سالش هست 1962-1961 یه چیز، اینا تو تاریخ اینا هست، خدمه مدارک تو نیروهاییه. تیمسار جهانبانی اون دوره رو در آمریکا در Air Force University US Air Force University که بزرگترین دانشگاه نظامی دنیا بود اون دوره رو داشت میدید، دوره دانشگاه جنگ میدید. اینه شما برین خواهش میکنم بررسی کنیم بیان بگین اگه من دارم اشتباه میکنم. تیمسار سرلشکر میرون سپر اون موقع با درجه فکر میکنم اگر اشتباه نکنم سرهنگی در همون سالها، حالا یه خورده این ورون برتر، همین دوره رو مشابهش رو در انگلستان در انگلیس طی میکرد. تیمسار خطیب شهیدی همینطور، تیمسار مرمند همینطور. در زمان جنگ خوب جنگیدیم، مردانه جنگیدیم، اینا سوابقش هست. از هواپیمامون خوب استفاده کردیم، هست. با هواپیما رو شهرها رو سر مردم بیگناه بم نریختیم، هست. تاریخمون و فرهنگمون رو بهش ارج گذاشتیم که اینها همه نوشته شده. پس ما دژنره شدیم، ملت دژنره شدن یا خوب هدایت نمیشیم یا مخازن و معادن و اینا هم عبر رفته یا آب و هوای مملکت ما عوض شده. آقا مملکت ما 4 فصل داشتیم، بهار و پاییز و تابستان و زمستان، ما 4 فصل داشتیم، هنوزم داریم، مگه اتفاقی افتاده؟ پس من یه پازلیه که هر جوری فکر بهش میکنم میبینم عقلم به جایی نمیرسه. ولی خب منم از این بر 20 سال پیش بازنشست، 30 سال پیش بازنشست شدم، از منم 30 سال 86 هم مملکت اومدم بیرون. خب جایی من کی نشسته اونجا؟ آقای رحیم صفوی رو که من الان شما نشون دادی من نمیشه تا ایشون چی کاره هست؟ ایشون جای شما نشسته قربان. ایشون اصلا بردنش اونجا یه پولی بهش بدم به عنوان فرمانده دانشکده ستاد، فرمانده نه آموزگار، استاد دانشکده ستاد، درسی هم که میداد دیدین دیگه رحمالی بود.
آره بود دیگه به نظرم به پایان مونده شرم کلام آخر با شما. خب همون داشتم عرض میکردم، داشت رمالی درس میداد دانشکده ستاد، فقط من موندم اون جناب سرنگایی نوت برمی داشتن، چه نوتی برمی داشتن که مثلا آقا چه شکلی فوت کرد تو قند داد این دست بچه خورد فلان، از این مسخره بازی ها. ارتش ما الان این شده و حاکمانی که برای قهرمانان ملیشون ارزش قائل نداشته باشن لیاقت خدمت کردن نداره. اگه امروز ارتش یا پای کار وایستادن فقط به خاطر غیرت، شرفی که دارن نسبت به مردم و مسئولیتی که دارن نسبت به ملت شریف ایران، به خاطر اینه اقتداری که اون زمان ارتش شاهنشاهی داشت، صلح و به خاورمیانه هدیه داده بود و همچنان زبان زد کل منطقه خاورمیانه است، جوری که پادشاه عربستان امروز میگه من الگوم شاهنشاه ایران بوده به خاطر اون اقتداری که داشته و صلحی که به خاورمیانه آورده بوده، و دارن راه ایشونو میرن. متاسفانه حاکمان ما فقط به جیب اندوزی، به پر کردن جیب های آخوندیشون هستن و این ظلم و بیرحمی که نسبت به پرسنلی که از همه چیزشون به خاطر ملت شریف مایه میذارن روا داشتن و اونا رو زیر خط فرق نگه داشتن تا بتونن یک نوع بردگی نوین داشته باشن. بنده عرضی ندارم، خیلی خوشحال شدم در خدمت جناب عزت‌ستا بودم. سپاسگزارتون هستم. آقای عزت‌ستای گرامی، میدونیم که پر مشغله بودید، مرسی دعوت ما رو پذیرفتید. ممنون از تو شهرام، امیدوارم که دکتر منصور هفته آینده در خدمتشون باشه. ممنون از شما که ما رو حمایت میکنید و برنامه رو پیگیری. تا برنامه بعد بدید. به امید روزهای بهتر. خداحافظ. تو امثال تو رو مقتول میکردن صدا، تو تصویر ما رو به خاطر بسپار، ما نیز تصویر چهره تو رو به خاطر داریم. مردم، من و همرزبانم در ارتش تا آخرین نفس در راستای احقاق حقمان در کنار شما ایستاده ایم. مسئله اول و آخر عدالت آزادی میهن است. ما زندگی